کیرتو بکن تو کون کیری حریفت. اسم این حرکت رو میذاریم مقعد پرهاشیه. سلام رفقا، چطورین؟ خوبین؟ ایشالله که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ممنونم از کامنت های قشنگ و حمایتتون. اگه براتون مقدوره با زدن دکمه ساب و لایک بیشتر ازم حمایت کنین. حالا با هم بریم برای سایکو نخندی دیگه. دهه 60. خوب عشقم، چی تنته؟ این چه سوالی بود ازم پرسیدی؟ نکنه منو فقط به خاطر همون یه موضوع میخوای؟ خیلی آشغالی. خدا بس. هفتاد. عشقم من یه دونه تیشرت تنمه، یه دونه شلوار تنمه. تو چی تنته؟ هشتا. یه دونه تاب کرم تنمه با یه دامن کوتاه. تو چی؟ نه بر عزیزم، من هیچی تنم نیست. تو که میدونی عادت ندارم تو خونه لباس بپوشم. حق پلاس. کیرتو بکن تو کون کیری حریفت. اسم این حرکت رو میذاریم مقعد پرهاشیه. شما مهره سفیدی با فیلت بازی میکنی که با اسب چنگال بزنی، اون ننه کیر خورم میفهمه با پیادش بازی میکنه. تو کیرت نباشه، پیادتو تومه کن. زد، پیاده دومتو تومه کن. اونم زد، فیلت هم تومه کن. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی دیناموسی؟ با اون اسب لاشکست بگیر کیش بده، کیرم تو لوزول مدت بره. گوش کن یاد بگیر، اینجاش خیلی مهمه. رفع کیش که کرد با وزیرت کیش میدی، بعدم تو حرکت بعدی یه چکمیت معذرت دیگه. اون کله کونیایی هم که میگن خوبه رو اینجا اسبمونو زد، اسبمونو زد کیر، جفت با میپرم تو کس مادرت. ها لافستونا ننت رو بگردی، رد کیر من هست. ننت کسش فیس آیدی داره، منو میبینه پاهاش باز میشه کیر گوز خر. خب اگه اسبت هم زد تو میتونی وزیرشو بزنی، بعدم میتونی راحت باتش کنی دیگه. وای خدای من، ببین یعنی آموزش به این میگن ها؟ یعنی تو تا آخر عمر قشنگ مطلب یادت میمونه، به امید روزی که در مدارس به همین شکل تدریس بشه. هر قسمتی از بدنتو که میخوای بزرگ کنی و حجمش بدی، فقط کافیه که یه مقدار وازلین و عسل رو با هم دیگه ترکیب کنی و بزنی به همون قسمت بدنت. دست درد نکنه خواهرم، یکی از رفیقام استفاده کرد، الان دو هفته از شورتش شده خونه مورچه ها. یعنی مورچه از این بره شورتش میره از او بر در میاد. یه تعدادش دارن با وازلینه سرسره بازی میکنن، بقیهش هم دارن عسلای میخورن. خیلی توصیه خوبی بود. تا بزرگ که نشد هیچ، مورچه ها دارن میخورنش، کوچیک شد. بایی توصیه هات ببین دهنت سرمید. جنی که سه نصف شب میاد خونمون منو اذیت کنه، من اون لحظه تخمت جن به مادرت میای تو اتاق منو میترسونی. الان بهت میگم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. ببین خدا بود ماشاءالله. وقتی بدون زبان خوندن میای کانادا، تقریبا اسکیوز می هلو اینا وان مای مادر برام مای مادرم کان یو اسپیک انگلیش؟ یس یس. اینا وای برای مادرم، اینا به گلگلیه تقریبا مثل شماست، یعنی شکل شماست. مای مادرم اینا، اینا میخوام ببینم اندازه شما ها برای مادرم. برای مادرم با میگه can you speak english؟ تو به اون میگی برای مادرم؟ خیلی بیشورین، اون پشت داشتین چه غلطی میکردین؟ نگو نگو اونو نگو 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 باران اونو نگو، تو به خودت قول داری باران، لطفاً اونو نگو. آفرین. داری به اون یکی دوست دخترت مسیج میدی؟ باز شروع کردی؟ وای خدایا، ما زنا خیلی خوبیم. میزان ذوق دخترا وقتی لباس عروس میپوشن. عزیزم خیلی
خیلی بی تربیتین. من خودم عاشق لباس عروسم، اصلا اگه دختری رو داریم عاشق لباس عروس نباشه؟ ببین من تو رو بالاخره گیر آوردم. باز چی شده؟ من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ یک هفته است من مسافرتم، یه بار به بزن ندادی بگی برگرد دلم برات تنگ شده. عزیزم من بهت نگفتم بیا، گفتم خوش بگذرونی. بمونم خوش بگذرون. تو اگه دلت تنگ شده بود زنگ زدی بیا. داشتی چه غلطی می‌کردی؟ باش از این به بعد من رفتی مسافرت بهت زنگ می‌زنم میگم بیا دلم برات تنگ شده. ای به تو اصلا چه ربطی داره من بیام یا نیام؟ اصلا تو چش دیدن تعریف کردن من ندادی، میدونی کیه؟ من از این رابطه خسته شدم. خب باش عزیزم، باش قربونت برم، بمون خوش بگذرون. دیدی اگه دوستم بشی نمیگفتی بمون. اگر من ذره‌ای واسه توی سجاده نظری بر اهمیت داشتم اینطوری صحبت نمی‌کردی با من. آقا این چه منطق گویه؟ این چه منطق گویه؟ این چی گویه؟ برم کن بابا. میگه من ریدم تو این چه منطق گویه. راست میگه، واقعا ما خانوما چرا اینجوریم؟ خودمونم نمیدونیم چی میخوایم. سلام، من عکاس خیابونی هم، میشه عکس بگیرم؟ سلام. آره من میخوام عکس بگیرم. بگیر دیگه. او برو کنار خیابون، میخوام عکس بگیرم. اسکن عجب آدم بیشوری هست، واقعا مریضی. سلام. سلام. ما اومدیم با آموزه کیک و بابا اومده. بله. الهی بگردم، چقدر بد خورد. مرسی متشکرم، خدمت شما. حالا اجازه هست من حساب کنم؟ بله مرسی. خواهش میکنم، پالتتون رو لطف کنید. خاک بر سرت، خودم بلدم اینجوری حساب کنم. چقدر؟ ببین زود قضاوت کردم، بهش گفتم حول نبود، مسخره بود فقط. هنوز خستگی اسپرم برنده شدن تو تنمه، خیلی تلاش کردم براش، کنون پاره شد. خیلی بی تربیتی. وقتی زنم خونه نیست. بابا What's that? What's that brother? نه ببی خیلی کثیفی، اصلا زنت هم خونه نباشه، خب قانقاریا میگیری. والا آقای دکتر از بعد عمل آبگوشی میبینم یه جوری میشم، تو تنهایی خودم فیلتر شکن رو روشن میکنم، میزنم دانلود عکس دنبه، دانلود فیلم خوردن آبگوشت. نمیدونم چرا اینجوری شدم. دکتر مقصودی، هفته پیش تو اتاق عمل یه پیاز گم شد، اونو گذاشتی تو پروستات این بنده خدا. اگر مانده بود. پیاز تو اتاق عمل چیکار میکرده؟ پیازو گذاشته تو پروستاتش؟ پیاز پروستاتی دیده بودیم؟ وقتی بعد از کلی سعی و تلاش بچه رو خوابوندی. الهی آی خب مرد. ببین خاک تو سرت، اون با بدبختی بچه رو خوابونده بود، نمیتونی یه دقیقه سر صدا نکنی؟ هم خودتو کشتی هم بچه رو بیدار کردی. مرسی از همراهیتون رفقا، الهی که همیشه لباتون خندون باشه. تا یه سایکو نخندی دیگه، بدرود.